سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بچه ها کتاب آیلتس مکسیمایزر آقای علیرضا معمارزاده برای اسپیکینگ آیلتس طراحی شده. بچه ها همطور که میدونید آزمون آیلتس 4 تا بخش داره: اسپیکینگ، لسنینگ، ریدینگ و رایتینگ. این کتاب آیلتس مکسیمایزر علیرضا معمارزاده برای اسپیکینگ آیلتس طراحی شده. بچه‌ها همونطور که میدونید آزمون آیلتس دو مدل مختلف داره. یکی آزمون آیلتس جنرال هستش، یکی آزمون آیلتس آکادمیک هستش. بچه‌ها آزمون آیلتس جنرال برای کسانی هستش که میخوان مهاجرت بکنن و مدرک زبان آیلتس رو میخوان به سازمانهای مهاجرتی ارائه بدن. به اون سازمانهای مهاجرتی میخوان ارائه بدن، باید آیلتس جنرال، آزمون آیلتس جنرال رو شرکت بکنن. آزمون آیلتس آکادمیک برای کسانی هستش که میخوان از دانشگاه‌های خارج از کشور پذیرش بگیرن. برای ارائه مدرک زبان به دانشگاه‌های خارج از کشور شما باید آزمون آیلتس آکادمیک بدین. پس زمانی که شما برای آزمون آیلتس ثبت نام می‌کنید، باید انتخاب کنید که یا آزمون آیلتس جنرال می‌خواید امتحان بدین یا آزمون آیلتس آکادمیک. که آزمون آیلتس آکادمیک گفتیم برای دانشگاه‌ها هستش، آزمون آیلتس جنرال برای کسانی که میخوان مهاجرت بکنن و به سازمان‌های مهاجرتی میخوان مدرک زبان آیلتس رو ارائه بدن. بچه این کتاب آیلتس مکسیمایزر معمارزاده که برای اسپیکینگ آیلتس طراحی شده، هم برای آزمون آیلتس جنرال و هم برای آزمون آیلتس آکادمیک طراحی شده. یعنی شما چه بخواین آزمون آیلتس جنرال بدین، چه بخواین آیلتس آکادمیک بدین، میتونین برای اسپیکینگ آیلتس از این کتاب آیلتس مکسیمایزر علیرضا معمارزاده استفاده بکنین. کسانی هم این کتابو میخونن، بچه ها که نمره بالایی میخوان توی آزمونه توی اسپیکینگ آیلتس بگیرن. میدونین که اکثر دانشگاه ها معمولا مینیمم نمرهی که برای آزمون آیلتس ذکر کردن معمولا 6.5، اما این مینیمم نمرهی هستش که شما توی آزمون آیلتس باید بگیرین. و میگن مینیمم، حالا اگه بالاتر بگیرین خب شانس پذیرشتون هم بیشتره دیگه. بنابراین نمره آیلتس 7 به بالا توی آزمون آیلتس نمره خوبی محسوب میشه. پس اکثر دانشجوها و کسانی که میخوان اقدام بکنن برای پذیرش سعی میکنن توی اسپیکینگ آیلتس نمره 7 به بالا بگیرن. در واقع آیلتس 7 به بالا لازم دارن، چون آیلتس 7 به بالا نمره خوبی هستش. این کتاب آیلتس مکسیمایزر علیرضا معمارزاده هم بچه‌ها برای نمره 7 به بالا طراحی شده. یعنی اگه شما میخواین توی آزمون آیلتس بخش اسپیکینگش 7 به بالا بگیرین، یعنی آیلتس 7 به بالا لازم دارین، این کتاب آیلتس مکسیمایزر آقای علیرضا معمارزاده برای این منظور طراحی شده. یعنی برای آیلتس 7 به بالا طراحی شده. بچه‌ها اگه احتمالاً میدونین که برای گرفتن آیلتس 7 به بالا توی آزمون آیلتس شما باید ایدیم های زیادی استفاده بکنین، توی این کتاب آیلتس مکسیمایزر معمارزاده ایدیم های زیادی گفته شده. برای هر تاپیک ایدیم های مربوط به اون تاپیک توی اون بخش اومده. بنابراین این کتاب خیلی به دردتون میخوره از لحاظ یادگیری ایدیم ها و پراورب ها و یا فریز های خیلی خوبی رو هم گفته. اکثر کسانی که این کتاب رو میخونن آیلتس رو به صورت خودخوان دارن میخونن، یا آیلتس رو مثلا سلف استادی کردن، یا آیلتس رو بدون کلاس دارن میخونن. این افراد به راحتی میتونن از این کتاب استفاده بکنن، چون این کتاب برای کسانی که آیلتس رو سلف استادی میکنن کتاب خیلی خوبی هستش. بچه کسانی هم که میخواین از پایه تا پیشرفته اسپیکینگ آیلتس رو سلف استادی بکنین، این کتاب کتاب خیلی خوبی هستش. میتونین با همین کتاب پیش برین. من توی هر ویدیو هم 1 الی 2 صفحه بیشتر درس نمیدم برای اینکه حجم ویدیوها زیاد نشه. الان تا سر صفحه 75 درس داریم، تاپیک لنگویج هستیم. و شما همه سوال ها و جواب ها رو هم میخونم. جاهایی که نکته دار و مهم هست و من هایلایت کردم، فقط اون جای نکته دار و مهم رو میخونم، بقیهش رو خودتون به راحتی میتونین بخونین. خب سوال اول صفحه 75 بخش تاپیک لنگویج. خب سوال اول اگزامینر میپرسه که What languages do you like most? یا What languages do you like most to learn?
اینکه چه زبانی رو بیشتر از همه دوست داری یا چه زبانی بیشتر از همه دوست داری که یاد بگیری. بچه جواب آلترناتیو اول رو میخونم. میگه Spanish language، یعنی زبان اسپانیایی. Spanish language، زبان اسپانیایی. It makes a lot of sense to me. بچه این جمله یعنی این که خیلی برام معنا داره. It makes a lot of sense to me یعنی خیلی برام معنا داره. اینو حفظ کنید. خیلی جاها توی آزمون آیلتس میتونین ازش استفاده بکنین. بخش اسپیکینگ آیلتس چه توی پارت 1 میتونین اینو استفاده کنین، چه توی پارت 2 که باید حدود 2 دقیقه صحبت بکنین. این جمله جمله خوبی هستش، میتونین استفاده بکنین. It makes a lot of sense to me یعنی خیلی برام معنا داره. It's so melodic. بچه ملودیک یعنی خوش آهنگ. It's so melodic یعنی خیلی خوش آهنگه. Melodic خوش آهنگ. And more important than anything else. بچه اینی چه قشنگ گفته؟ گفته more important than anything else یعنی مهمتر از هر چیز دیگه. More important than anything else، مهمتر از هر چیز دیگه. It is spoken in many countries. بچه این یه جمله مجهوله. It is spoken in many countries. میگه اون در خیلی از کشورها صحبت میشه. It is spoken in many countries. در خیلی از کشورها صحبت میشه. یک جمله مجهوله. I've recently enrolled on a Spanish class and made a lot of progress. بچه گرامرش رو دقت کنید. گفته I've recently enrolled. یعنی I have recently enrolled. Have فاعل که I بعد have اومده، بعد recently اومده، بعد enroll اومده، یعنی فعل ایدی گرفته. یعنی have plus past participle شده، یعنی زمانش present perfecte، یعنی از زمان حال کامل استفاده کرده. میگه I have recently enrolled، من به تازگی ثبت نام کردم. میتونست بگه I enrolled یعنی من ثبت نام کردم، past simple بگه، زمان گذشته ساده، ولی اومده present perfect گفته که همی از یه گرامر سطح بالا و ادوانس استفاده کنه و هم منظورش رو بهتر بفهمونه. میگه من به تازگی ثبت نام کردم. و بچه present perfect گفتیم یکی از کاربردش اینه که کاری رو که در گذشته انجام داری و در زمان حال هم هنوز تموم نشده میتونی از این استفاده بکنی. اینجا هم گفته I have recently enrolled آن اسپانیش کلاس، من به تازگی توی یک کلاس اسپانیایی ثبت نام کردم. And made lot of progress و پیشرفت زیادی هم کردم. یعنی ثبت نام کرده و داره الان این کلاس رو میگذرونه. یعنی از گذشته این کار شروع شده و هنوز در زمان حال ادامه داره، هنوز تموم نشده. بنابراین از present perfect یا زمان حال کامل استفاده کرده. و یه چیز دیگه بچه، enrolled on preposition یا حرف اضافه enroll on، حواستون باشه این نیست. enrolled on، ثبت نام کردم توی یک کلاس و فلان، میگیم enrolled on، حرف اضافهش on. بچه آلترناتیو بعدی چیزی نداره. آلترناتیو بعدی دقیقا کلمه آخرش رو نگاه کنید. میگه crash course. crash course یعنی دوره فشرده. crash course یعنی دوره فشرده. گفته I'm going to France to take a crash course. من دارم میرم به فرانسه برای اینکه دوره فشرده بگذرونم. crash course یعنی دوره فشرده. دورش خط بکشین بچه. crash course دوره فشرده. خب میریم آلترناتیو. خب آلترناتیو بعدی میگه که Chinese language یعنی زبان چینی. Chinese speakers far outnumber the speakers of other languages. بچه far یعنی خیلی، یعنی زیاد. outnumber یعنی بیشتره، بیشتره. outnumber یعنی بیشتره. میگه Chinese speakers far outnumber خیلی بیشترن the speakers of other languages. خیلی بیشترن از اسپیکرهای زبانهای دیگه. پس میگه کسانی که به زبان چینی صحبت میکنن خیلی تعدادشون بیشتر از اونایی که به زبانهای دیگه صحبت میکنن. Chinese speakers far outnumber the speakers of other languages.
میگه کسانی که به زبان چینی صحبت میکنن خیلی تعدادشون بیشتر از اونهایی که به زبانهای دیگه صحبت میکنن. خب دو تا آلترناتیو بعدی چیزی نداریم، میریم سوال آخر رو سوال بعد رو میخونیم. اگزامینر میپرسه Are there any other languages that you can speak؟ میگه که هیچ زبان دیگه هست که شما به اون زبان صحبت بکنیم. جواب کندیدیتو میخونم، میگه Yes, I speak Italian reasonably well. I speak Italian reasonably well. بچه reasonably یعنی معقولانه، منطقی. Reasonably یعنی معقولانه، یعنی منطقی. گفته من ایتالیایی رو به طرز معقولانه خوب صحبت میکنم. I had a golden opportunity to pick up some Italian when I was in Italy. بچه اینجا جایی که میگه pick up some Italian بعدش کلمه کورس بوده که اینجا حذف شده و نیاورده. گفته I had a golden opportunity to pick up some Italian course when I was in Italy. میگه من این فرصت طلایی داشتم تا اون واحدهای ایتالیایی رو بردارم هنگام وقتی که در ایتالیا بودم. پس اون کورس رو حذف کرده. I had a golden opportunity to pick up some Italian when I was in Italy. خب بچه آلترناتیو اول رو میخونم. میگه Yes, I'm pretty fluent in Turkish. بچه fluent یعنی روان. I'm pretty fluent یعنی من خیلی روانم. Pretty fluent من خیلی روانم in Turkish در ترکی. بچه ها ببینید وقتی اسم یک زبان رو خواسته بگه preposition یا حرف اضافی in رو استفاده کرده. In Turkish. حواستون باشه آن نیست، اینه. I'm pretty fluent in Turkish and I speak a little Russian. I speak a little Russian یعنی من یک کمی هم روسی صحبت می کنم. I speak a little Russian من یک کمی روسی صحبت می کنم. As we all know همطور که همه ما می تونیم It takes years to master a language. بچه ها master a language یعنی تسلط به یک زبان. To master a language یعنی تسلط به یک زبان. میگه It takes years to master a language. سالها طول میکشه که به یک زبان تسلط پیدا کنیم. خب بچه آلترناتیو بعدیش هیچی نداره. آلترناتیو بعدیشو میخونم. میگه I speak Polish. بچه Polish یعنی لهستانی. Polish یعنی لهستانی. I speak Polish. But it's a bit rusty. بچه راستی یعنی دست و پا شکسته. But it's a bit rusty. یعنی دست و پا شکسته. اما یکم دمیه یه من لهستانی صحبت میکنم اما دست و پا شکسته. Maybe I should take a refresher course to improve it. بچه refresher course یعنی کلاس تقویتی. Refresher course یعنی کلاس تقویتی. گفته شاید من باید یک کلاس تقویتی بردارم که اونو بهبود بدم. ریفرشر کورس یعنی کلاس تقویتی. خب آلترناتیو بعدی رو میخونم. میگه که I have always wanted to register for a Mandarin course. I have always wanted to register for a Mandarin course. بچه ها مندرین کورس یعنی زبان چینی. مندرین کورس یعنی زبان چینی. اینجا هم زمانش رو نگاه کنید. I have always wanted. بازم present perfect یا زمان حال کامل رو استفاده کرد. گفته من همیشه میخواستم که ثبت نام کنم. I have always wanted to register for a mandarin course. من همیشه میخواستم واسه کلاس زبان چینی ثبت نام کنم. But never got around to doing that. بچه این یه ساختاره. دور got around to خط بکشین. Got around to یعنی هنوز فرصت نکردم. Got around to یعنی هنوز فرصت نکردم. But never got around to doing that. ببینید بچه بعد got around to فعل با ing اومده. حواستون باشه بعد از got around to که یعنی هنوز فرصت نکردم فعل با ing میاد. گفته but never got around to doing that. اما هنوز فرصت نکردم که اونو انجام بدم. ساختار خیلی خوبی حفظش کنید بچه ها. زمانی که دارین مثلا توی پارت
دو اسپیکینگ ممکنه توی آزمون آیلتس اگزامینر ازتون سوال بکنه که مثلا در مورد یه کاری که انجام دادین یا نه، شما میتونید اینو خیلی راحت بگین که هنوز فرصت نکردم انجامش بدم و از این ساختار استفاده بکنین، بگین never got around to doing that، اما هنوز فرصت نکردم که اونو انجام بدم. I'm learning this language by myself، گفته من خودم دارم این زبانو یاد میگیرم، یعنی دارم سلف استادیش میکنم، منظورش اینه. بچه ها سوال بعدی Would you say you are good at speaking other languages؟ چیز خاصی نداره، آلترناتیواش هیچ نکته خاصی نداره. من میرم سوال بعدو میخونم. اگزامینر میپرسه که What do you do to improve your English؟ چه کاری انجام میدی واسه بهبود انگلیسیت؟ آلترناتیو اولو میخونم، میگه I usually watch English films or read English newspapers to brush up on my English. بچه ها brush up on یعنی مرور کردن، brush up on یعنی مرور کردن. I usually watch English films، گفته من معمولا فیلم انگلیسی تماشا میکنم، or read English newspapers یا روزنامه های انگلیسی رو میخونم، to brush up on my English، برای اینکه مرور کنم انگلیسیمو. brush up on دورش خط بکشین یعنی مرور کردن، brush up on یعنی مرور کردن. خب بچه این صفحه 75 تموم شد، میریم صفحه بعدی، صفحه 76. آلترناتیو اولو میخونم، میگه I try to focus on grammar more. بچه ببینید focus on به پرپوزیشن ها خیلی حواستون باشه. I try to focus on grammar more، من سعی میکنم که بیشتر روی گرامر فوکوس کنم، تمرکز کنم. grammatical rules are the nuts and bolts of any languages. grammatical rules are the nuts and bolts of any languages. بچه nuts and bolts یعنی پیچ و مهره. not یعنی یعنی مهره. not یعنی مهره. bolt یعنی پیچ. nuts and bolts یعنی پیچ و مهره. nuts یعنی مهره. bolts یعنی پیچ. nuts and bolts پیچ و مهره. میگه قوانین گرامری پیچ و مهره های هر زبانی هستن. nuts and bolts دوره nuts and bolts خط بکشید بچه ها. خب بچه ها دوتا آلترناتیو بعدی چیزی نداره. آلترناتیو چهارم رو میخونم، میگه که when it comes to learning a new language، بچه ها قبلن هم اینو گفتم، when it comes یه اوپنینگ خیلی خوبه، وقتی میخواین در مورد یه چیز صحبت کنین نمیدونین چه جوری جملتون رو شروع کنین، این یه اوپنینگ خیلی خوبه. when it comes to learning a new language، وقتی در مورد یادگیری یه زبان جدید صحبت میشه، I believe in use it or lose it rule. بچه ها use it or lose it یه ایدیمه و خیلی هم مهمه. اگه آیلتس 7 به بالا میخواییم بگیرین، اگه توی اسپیکینگ آیلتس نمره 7 به بالا میخواییم، از این ایدیم ها استفاده بکنه، خیلی مهمه، حفظش کنین همین الان، دورش خط بکشین. use it or lose it یعنی یا استفاده کن یا از دستش بده. use it or lose it، میگه من معتقدم به قانون use it or lose it، یا استفاده کن یا از دستش بده. پس این یه ایدیمه بچه ها، حواستون باشه توی آزمون آیلتس اگه میخواین توی بخش اسپیکینگ نمره 7 به بالا بگیریم، باید از ایدیم ها زیاد استفاده کنید. use it or lose it، دورش خط بکشین. خب بچه ها میاییم آلترناتیو آخر. آلترناتیو آخر چند تا کلمه آخرش، میگه auditory. بچه ها auditory یعنی سمعی، auditory یعنی سمعی. ویژوال یعنی بینایی، اودیتوری یعنی سمعی، ویژوال یعنی بینایی. تکتایل یعنی لمسی، بچه تکتایل یعنی لمسی. کینستتیک یعنی لمسی، اون اسلشی که گذاشته کینستتیک یعنی لمسی، همون تکتایل که یعنی لمسی، این همی کلمه دیگهش kinesthetic یعنی لمسی. پس auditory یعنی سمعی، auditory. visual یعنی بینایی، tactile یعنی لمسی، kinesthetic یعنی لمسی، kinesthetic یعنی لمسی.
خب بچه ها بقیه صفحه 76 چیز مهمی نداره، خودتون میتونین بخونین. تاپیک لنگویج هم تموم شد، یعنی الان ما تا سر صفحه 78 که تاپیک جاب هستش بهتون درس دادیم بچه ها. اگر سوالی دارین توی کامنت ها بنویسین. کتاب آیلتس مکسیمایزر علیرضا معمارزاده هستش که برای اسپیکینگ آیلتس طراحی شده. اگر میخواین توی آزمون آیلتس نمره 7 به بالا یا به عبارتی آیلتس 7 به بالا بگیرین، این کتاب خیلی خوبی هستش، هم برای آیلتس آکادمیک و هم برای آیلتس جنرال خیلی به دردتون میخوره. اگر دارین آیلتس رو سلف استادی میکنین، اگر دارین آیلتس رو به صورت خودخوان میخونین، اگر دارین آیلتس رو بدون کلاس و بدون معلم میخونین، این کتاب خیلی خوبی هستش. میتونین توی اسپیکینگ آیلتس نمره 7 به بالا و نمره خیلی خوبی بیارین. اگر سوالی دارین توی کامنت ها ازم بپرسین.